در مورد شریانی صحبت کنیم به نام شریان آگزیلاری. اسمش رو خودشه، یعنی باید کجا ببرمش؟ ببرمش داخل حفره آگزیلا. یکی از محتویات داخل حفره آگزیلا هستش. و اما ما همین جای کار قبل از اینکه این شریان آگزیلاری رو بررسی کنیم، میام یه دور دیگه این قسمت رو نگاه میکنم. ببینید، اینجا حفره آگزیلاست. حفره آگزیلا، میام رو این قسمت پایینش، اینجاشو نگاه کن. این قسمت کف رو که نگاه میکنم، این دیواره جلوی کف، این قسمت جلوی، این رو بهش میگم فولد انتریور یا فولد قدامی ناحیه آگزیلا. فولد قدامی ناحیه آگزیلا برای من چیزی نیست جز همین عضله پکتورالیس ماژوری که شما دارید میبینید، یا تو این نما هم میتونم اینجا ببینم. یعنی این قسمت شده فولد قدامی ناحیه آگزیلا. و اما میرم قسمت پوستریور سایدش، فولد پوستریورش رو میخوام ببینم. فولد پوستریورش عضله ای هست به نام عضله ترس ماژور، یه قسمتیش ترس ماژور هست. الان فقط با اسم این عضله آشنا میشم، حالا میریم جلوتر کامل این عضله رو بهش ورود خواهیم داشت و میبینیم اصلا چجوریه. اینجا این عضله کوچیکه رو نگاه کن، این عضله که شما داری میبینی عضله ترس ماژور هست و فولد پوستریور فقط هم این نیست. فولد پوستریور علاوه بر این عضله دیگه به نام عضله لاتیسموس دورسی هم توش هست که میاد فولد پوستریور ما رو برای ما چیکار میکنه، یعنی این فولد رو برای ما میسازه. و اما وقتی که من میام در مورد شریان آگزیلاری صحبت میکنم، برای اینکه محدودش رو بشناسم، من باید این فولد پوستریور رو بشناسم. اولا شریان رو نگاه میکنم، میرم سراغ لندمارکام. لندمارکم رو که نگاه میکنم میگم این دنده یکه. خب اینجا الان کلاویکله، یه تیکه از کلاویکله که برش خورده، یعنی شریان اولا از پشت کلاویکل داره میاد. درسته دیگه، قرار ما هم همین بود، ما میگفتیم دهانه ورودی آگزیلا پشت کلاویکله، یعنی اینجا داره دهانه ورودیشو نشونشون رو میده. میام شریان رو نگاه میکنم، میبینم شریان در ادامه یک شریان دیگه است. این شریانه رو نام میدم، میگم این ساب کلاویان این شکلی میاد تا روی دنده یک. روی دنده یک میشینه، این کنار خارجی دنده یکه. از کنار خارجی دنده یک به بعد دیگه مسیری رو که دارم میبینم تمام مسیر شریان آگزیلاریه. و اما تا کجا شریان آگزیلاریه؟ ولی قبل از این که برم تهش رو نگاه کنم، این وسط یک ماسل میبینم، این همین عضله است، باش آشنام. این عضله پکتورالیس میناره، میگم یک. این شریان ما که داره میاد تو مسیرش از پشت شریان، پشت عضله پکتورالیس مینور رد میشه. من این رو درش میارم، میرم فقط شریان آگزیلاری رو میبینم. ببینید این تیکه اول کار ما که روی دنده یک ساب کلاویانه، از کنار خارجی دنده یک به بعد شریان آگزیلاری شروع میشه، تو قسمتی از مسیرش پشت عضله پکتورالیس مینور نگاه کن، یه تیکش رفته پشت پکتورالیس مینور قرار گرفته و بقیه شریان میاد تا کجا؟ تا کنار تحتانی عضله ترس ماژور. اینجا دیگه شریان تموم میشه. از اینجا به بعد شریان ما میشه شریان براکیال. این شریان ها پیوسته هم در امتداد هم هستن، فقط بر اساس اون لندمارک هایی که ما میذاریم اینو قسمت بندیش میکنیم. شریان آگزیلاری سه پارت داره، قسمت اول از کنار خارجی دنده یک تا کنار داخلی عضله پکتورالیس مینور، قسمت دوم اون قسمتی از شریان هست که میاد و میره پشت عضله قرار میگیره، و قسمت سومش جایی هست که از تو حفره داره میاد از کنار خارجی پکتورالیس مینور تا کنار تحتانی عضله ترس ماژور. و از هر کدوم از این قسمت ها من میخوام بیام چیکار کنم؟ شاخه بگیرم. حالا میخواییم بریم از هر کدوم از قسمت‌های شریان آگزیلاری شاخه برداریم. مجه همون شریان آگزیلاری است، فقط به خاطر اینکه این برنچ‌ها رو ازش جدا کردم و قرمز کشیدم، خود بادی اصلی شریان رو نارنجی کشیدم روی این اسلاید، ولی بقیه چیزاش هیچ فرقی نمی کنه.
میرم قسمت اول رو نگاه میکنم، میگم از قسمت اولش یک شریان جدا میشه، این شریان رو نام میدم، بهش میگم شریان سوپریور توراسیک. سوپریور توراسیک رو همینجور که داریم میبینی داره میاد میره رو دیواره انتریور حفره آگزیلا. نگاه کنید اینجا، این هم حفره است دیگه، این شریان این شکلی از این زیر جدا شده، میادش به سمت بیرون و میاد این قسمت رو تغذیه میکنه.